سلام و درودی به پایان نیسار یکایک شما بود بینندگان گرامی و مخلصان عزیز تلویزیونی بهارستان. چون هر وقت در این وقت و ساعت منظور شماست برنامه الفبای راه از تلویزیونی بهارستان. این ابد نیز در برنامه دو دسته اشتراک میکنند. انیخترش دو دسته میونی همدیگر رقابت میکنند. و طوری که آگاه بینندگان عزیز دسته که خوبتر و به خطا شرط های برنامه ما را اجرا کنند غالب دانسته میشود. خوب بیاید اول با دسته ها شناس میشویم و میگذاریم به اجرای شرط اولی برنامه. من جمعه و یاسما سردار دسته چراغک. به نهایت خوب، مرحمت شما. من امام بلال جان می باشم. مرحمت. من حمیدزاده اسما می باشم. شما؟ من عوض و ابوبکر می باشم. خوب، با دسته چراغک شناس شدیم و می گذاریم به دسته دیگر. مرحمت. من مراد و یاسمینه سردار دسته راه گذر. مرحمت. من قربانوف عمربیگ می باشم. من عزیمو و امینه می باشم. من محمد سفرزاده عبدالرحیم می باشم. به نهایت خوب. تماشابینان عزیز، ما با هر دو دسته شناس شدیم و می گذاریم به اجرای شرط اولی برنامه. شرط اولی برنامه چنین است. در روی این میز رسمی علامت های راه گذاشته شدند. ولی باید بگویم که هر یک علامت به سه قسم تقسیم شده است. در مجموع در اینجا رسمی 4 تا علامت است، 2 تا برای یک گروه و 2 تا دیگر برای گروه دوم. سپارش چنین است. باید یک نفر از اشتراکچیان با سمکت آمده قسم های علامت های راه رو گرفته به نزد دیگر اشتراکچیان برد. دیگر اشتراکچیان رو ضرور است که از آن پاره ها علامت های راه رو حاصل کنند. شرط فهموست؟ بله. پس که فهمو باشد شروع میکنیم. مرحمت، از دسته چراغک یک نفر به نزد سمکت رود. مرحمت. دسته چراغک آماده هستید؟ پس که آماده باشید با حساب سه شروع میکنیم. یک، دو، سه. رفتیم. دسته چراغک زودتر باشه. خوب، بینندگان عزیز، باید یادآور شوم که دسته خوبتر و به خطا شرط برنامه را اجرا کند غالب دانسته می شود. دسته چراغک نیز کوشش کرده ایستاده است که تا این شرط برنامه را به انجام رساند. ابوبکر زودتر باشید. بینندگان گرامی، خریف که دسته چراغک شرط برنامه رو به انجام رسونده ایستاده است. و رسیدیم به قسمت آخری علامت. به نهایت خود. ابوبکر، مرحمت، گذاشته در جای خود شنید. بینندگان عزیز، از دسته چراغک ابوبکر توانیست شرط برنامه را در مدت 2 دقیقه و 25 ثانیه به انجام رساند. خوب، می رویم می بینیم دیگر اشتراکچیان از آن پاره ها کدام معلومات های راه را حاصل کردند.
کنی دسته چراغک شما کدام علامت رو حاصل کردید؟ ما دو علامت رو حاصل کردیم. این علامتی پیاده گرد، این علامتی از آنجا گذاشتن من است. یعنی که وقتی من این علامت رو میبینیم از اینجا گذاشتن من است، من هم میتوانیم بگذاریم؟ بله. این باشد علامتی پیاده گرد. روی پیاده گرد. به نهایت خوب. در جای که این علامت گذاشته شده است، ما میتوانیم از آنجا راه را عبور کنیم. به نهایت خوب. مرحمت گذاشته در جای خودشنی. بینندگانی گرامی، یادآور میشویم که دسته چراغک این شرط برنامه را در مدت 2 دقیقه و 25 ثانیه به انجام رسانیدند و دو علامت را حاصل کردند، توانستند درباره آنها درست شرح دهند. و میگذاریم به دسته راهگذر. از دسته راهگذر مرحمت یک نفر به نزد سمکت و دیگر اشتراکچیان شما به نزد تختچه. من این علامت ها را میگیرم و شما باشد باید علامت های دیگر را حاصل کنید. آماده هستید؟ پس که آماده باشید با حساب من شروع میکنیم. 1 2 3 رفتیم. اولی علامت به نزد اشتراکچیان آماده رسید و دیگر قسم رو انتظار می‌شویم. بینندگان عزیز، طوری که مشاهده کرده ایستادید، دسته راهگذار کوشش کرده ایستادند که تا شرط برنامه را زودتر به انجام رسانند. زودتر باشد، وقت رفته شده است. و رسیدیم به قسمت آخر علامت. قسمت آخر علامت نیز به نزد اشتراکچیان آماده رسید. خوب، بینندگان عزیز، از دسته راهگذر عمربیک توانیست در مدت 2 دقیقه و 5 ثانیه این شرط برنامه را به انجام رساند، یعنی 20 ثانیه پیشتر از دسته چراغک. و میبینیم که دیگر اشتراکچیان کدام علامت ها را حاصل کردند. مرحمت عمربیک، گذشته در جای خود بشینید. کنی دسته راهگذر، شما کدام علامت ها را حاصل کردید؟ ما دو علامت را حاصل کردیم. این علامت میفهماند که در اینجا در آمدن من است و اینش علامتی تاکسی میباشد. یعنی علامتی ایستگاه تاکسی؟ بله. به نهایت خوب. در جایی که ما این علامت را میبینیم، فهمیدن ممکن است که در اینجا ایستگاه تاکسی میباشد. آفرین به شما بچه ها. خوب، مرحمت، گذشته در جای خود شینید. خوب، بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که این شرط برنامه را دسته چراغک در مدت 2 دقیقه و 25 ثانیه به انجام رسانیدند و دسته راهگذر باشد در مدت 2 دقیقه و 5 ثانیه. از این رو به دسته راهگذر 5 خول و به دسته چراغک 4 خول سپرده میشود. احسن. میگذاریم به شرط دویمی برنامه. خب، شرط دومی برنامه چون این است: به هر دو دسته
یک رسمی داده می شود. ولی هر دو رسم ها یک خیل تصویر یافتند. شما باید از روی انامین رسم کدام عمل اشتراکچیان درست است و کدامش ندرست نویسید و با ما شرح دهید. شرط برنامه فرموست؟ بله. این طور که باشد شروع میکنیم. انامین رسم با دسته چراغر و رسم دیگر با دسته راهگذر. شما میتوانید عمل های درست یا ندرست رو قید کنید. خوب با همدیگر نزدیک میشینیم و گروه یک جای فکر میکنیم. بینندگانی عزیز، در این شرط برنامه ما آگاه از آن می شویم که اشتراکچیان تا چی اندازه با علامت های راه شناسند. هر دو دسته نیز شرط برنامه را اجرا کرده استودند و می بینیم که کدام دسته شرط برنامه را به خطا اجرا می نمایند. که دسته چراغک به انجام رسوندن همتر نه؟ خوب بیاد من رسم ها رو از شما میگیرم. دسته روح گذار. خوب بینندگانی عزیز، اشتراکچیان از روی آن همین رسم عملهای درست یا اینکه ندرست پیاده گردان رو قید نمودند و بیاید میبینیم که آیا این شرط رو اشتراکچیان درست اجرا نمودند یا اینکه ندرست. خوب، عملهای درست 3, 5, 6 و از اینجا عمل اشتراکچی رقمی 3 یعنی درست. 5 اشتراکچی 5 در رنگ سبز چراغک از راه پیاده‌گرد گذشته ایستاده است. این عمل درست یا اینکه نادرست؟ درست. بهترین. و عمل 6 اشتراکچی دیگر نیز در رنگ سبز چراغک از راه گذر از راه پیاده‌گرد گذشته ایستاده است. درست یا اینکه نادرست؟ درست. احسن. و میگذاریم با عملهای اشتراکچیان ندرست. 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 7 عمل 1 درست یا اینکه ندرست؟ ندرست. برای چی؟ این عمل ندرست است و باید بر راه زیر زمینی بگذارد و لیکن از پنجره های میانه راه گذشته استوده است. در این حالت میتواند به یکان صدمت دوچار شود همتر نه؟ بله. خوب عمل 7 اشتراکچی نوبتی ما در رنگ سرخ چراغک راه را عبور کرده ایستاده است. آیا این عمل درست است یا ندرست؟ ندرست. برای چی دسته راه گذر؟ آیا این عمل دخترک درست است یا ندرست؟ ندرست. باید در کدام رنگ چراغک راه را عبور کنیم؟ در رنگ سبز. به نهایت خوب. و رقم 4 اشتراکچی نوبتی نیست از میان راه رو بور کرده است. این عمل درست است یا ندرست؟ ندرست. به نهایت خوب. خوب اشتراکچی رقم 2 ندرست. برای چی؟ برای اینکه وای از میان جای راه گذشته ایستاده است.
یعنی این عملی اون رو درست است همینطوره؟ بله. احسن به هر دو گروه. خوب بینندگان عزیز، طوری که مشاهده نمودید هر دو دسته در این شرط برنامه فعال بودند و توانستند این شرط رو به خطا اجرا نمایند. یعنی هر دو دسته با علامت های راه شناسند. از این رو به دسته چراغک 5 خال و به دسته راه گذر نیز 5 خال سپرده می شود. احسن به هر دو گروه. خوب رسیدیم به شرط سیومی برنامه. در شرط سیومی برنامه من به هر دو دسته 10 سوال پیشنهاد می نمویم. و دسته ای که به سوال جواب گرداندن می خواهد باید اول دست خود رو بالا کند و به سوال ما پاسخ درست گرداند. آماده هستید تا اینکه به سوال های من جواب درست گردانید؟ بله. پس که آماده باشید شروع میکنیم. با دقت باشید سوال اول رو میخونم. قسم راهی که در آن پیاده‌گردها سیر و گشت میکنند چی نام دارد؟ خب اولین شده دسته راه گذر دست برداشت مرحمت. قسمی راهی که در آن پیاده‌گردان می‌گذرند راه رو برای پیاده‌گردان نامیده می‌شود. احسان با شما. سوال دویم چنین است. پیاده‌گرد در کدام رنگ چراغک نمی‌تواند راه رو عبور کند؟ خوب مرحمت از دسته چراغک. مرحمت شما. پیاده‌گرد نمی‌تواند که در رنگ سرخ راه را عبور کند. پس باید ما در کدام رنگ چراغک راه را عبور کنیم؟ در رنگ سبز. آفرین. سوال سیوم. برای پیاده‌گردها در فصل زمستان در راه‌ها چی خطرها وجود دارند؟ خب اولین شده دسته راه گذر. در فصل زمستان راه‌ها لغزانک می‌شوند، زیاد برف می‌بارد و برای همین خاطر رانندگان نمی‌توانند که ماشینشان را زود نگاه دارند. پیاده‌گردان باید احتیاط شوند. خب آنی زمان که فصل زمستان است، ما هم از پیاده‌گردان و هم از رانندگان خواهش می‌نماییم که در راه با دقت باشند. سوال چهارم. نقلات جمعیتی مسافرکش رو در کجا انتظار شدن لازم؟ خوب مرحمت دسته چراغک. ما باید نقلات مسافربر رو در ایستگاه انتظار شویم. و سوال پنجم. بودی قد باشد. اگر در راه چراغک راه و نظارتچی راه نباشند، ما راه رو چی گونه باید عبور کنیم؟ خب دسته راه گذر مرحمت سردار دسته. اگر در راه چراغک راهنما نباشد، ما باید راه را از راه پیاده‌گرد گذاریم. از دسته راه گذر یکون کسی دیگر به این سوال جواب ایلاوه میکند. مرحمت شما. در وقتی از راه گذشتن به خود باوری حاصل کنیم که در نزدیکی ماشین نیست و میتوانیم که راه را عبور کنیم. به نهایت خوب. سوال ششم. نقلیاتی که از دو چرخ عبارت است چی نام دارد؟ علاقه همه حاضر جواب هستند. مرحمت دسته چراغک. نقلیاتی که از دو چرخ عبارت است دو چرخه نام دارد. به نهایت خوب. سوال هفتم. با کدام نمودی نقلیات در رنگ سرخ حرکت کردن اجازه داده شده است؟ خوب از دسته راه گذر. در رنگ سرخ برای یاری تجیب و میلیتیا باز ماشین سوختار ممکن است رفتن. خوب سوال هشتم. راه را گفته کدام قسم راه را مینومند؟ یعنی ما راه را گفته کدام قسم راه را میگویم؟ قسمی که در آن پیاده‌گردان می‌گذرند راه رو نامیده می‌شود. به نهایت خوب. سوال نهم. آیا در نزد راه اتومبیل‌گرد بازی کردن کودکان و نورسان ممکن است یا نه؟ اگر نه، برای چی؟ خوب، به این سوال دسته چراغک. در راه اتومبیل‌گرد بازی کردن کودکان و نورسان ممکن نیست. برای چی؟ برای آنکه با یگان صدمه دچار میشوند. به نهایت خوب. و سوال آخرانی برنامه. سوال دهم. راننده ماشین چی گونه آگاه میکند که میخواهد به راست یا چپ گردش کند؟
خوب دسته راه گذر. اگر خواهد کیراننده به طرفی راست گردد، چراغک طرفی راست را گیریان میکند. آفرین. خوب بینندگان عزیز، طوری که مشاهده نمودید در این شرط برنامه هر دو دسته فعال بودند، ولی دسته راه گذر توانستند به 6 سوال ما پاسخ درست گردانند، دسته چراغک باشد به 4 سوال ما جواب درست گردانیدند. از این رو به دسته راه گذر 5 خول و به دسته چراغک 4 خول سپرده می شود. احسن به هر دو گروه. بینندگان عزیز، در این برنامه دسته چراغک صاحب 13 خول گردیدند و دسته راه گذران باشند صاحب 16 خول. از این رو غالبیت نصیب دسته راه گذر می گردد. احسن به دسته راه گذر. خوب بینندگان عزیز، اینجا برنامه الفبای راه به انجام می رسد. با شما تا هفته آینده خیر خوش نموده برایتان تنسیتی و خونه آباد را تمنا داریم. خیر، خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.